اصلا نمیدونم چرا بعضی از ما جوونا بعضی آمونا این کلمه ها رو سر و ته میکنیم، میپیچونیمشون، اول به آخر میگیم، آخر به اول میگیم، یه فرمی بهش میدیم که این کلمه یه شکل خاصی میگیره و همه جور معنی میده غیر از اون معنی که باید بده. خب البته بعضی از جوانان واقعا حق دارن، تو بعضی از این فیلم‌ها و سریال‌های خودمون بعضی اصطلاحات این بازیگرا به کار می‌برن که تو هیچ لغت‌نامه‌ای نیست. خب آدم یاد می‌گیره دیگه. آدمیزاد همیشه دنبال یه الگو می‌گرده، دنبال یه نمونه می‌گرده که ازش پیروی کنه. چی میگی؟ بعد چقدر خوبه که ما الگومون، نمونه‌مون و نمونه موفقی که مثلا می‌خوام ازش پیروی کنیم یادم خیلی خاص باشه که مسیر درست رو بهمون یاد بده. چی میگی؟ که تکه کلامش هم چی میگی نباشه. بریم ما نمونه موفقمون آشنا بشیم، من اینو توضیح کنم که این چی میگی اصلا چه درست اینو چی داری میگی. چی میگی؟ سلام عرض میکنم خدمت بینندگان خوب و جوان برنامه محرم منصوری زاده، متولد 1358، تحصیلات دکترای مهندسی کامپیوتر، سمت عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان، موفقیت‌ها ارائه چندین مقاله در مجامع علمی در عرصه‌های ملی و بین المللی، تألیف کتاب واژگان پایه فارسی، طراحی چندین نرم افزار کاربردی. من از موفقیت اینه که آدم اون هدفها و مقاصدی که برای خودش تعریف کرده در حدی که خودش رو راضی بکنه، در حدی که اون درجه کمالی که مورد نظرش هست رسیده باشه موفق شده. و موفقیت به نظر من یه امر نسبی و خیلی وقتا شخصی هست برای هر شخص در حیطه فعالیت. من بخوام معنی واژه کامپیوتر رو بدونم، معادل فارسیش رو بعد به همچین فرهنگی مراجعه کنم، اینم نوشته کامپیوتر، محاسبه‌گر و چند تا کلمه معادل دیگه. بعد حالا تصور عامه که فکر میکنن افراد باهوش و دانش آموزای خیلی با استعداد ما باید بیان سمت کامپیوتر، تصور من و تجربه محققان سرشناس دنیایی هستش که کامپیوتر برخلاف تصور عمومی، تصوری که الان هست، کامپیوتر به پشت کار و جدیت و کوشش بیشتر نیاز داره تا استعداد و ضریب هوشی. و در میتونم بگم که یه فرد با ضریب هوشی متوسط، حوالی متوسط، یه کمی بالاتر یا پایین‌تر، به راحتی میتونه با پشت کار و جدیت در کامپیوتر موفق باشه. کامپیوتر الان چیزی نیست جز اینکه شما اون ایده ها و نقشه ها و طرحهایی داشته باشید برای اینکه کارهایی که بشر الان انجام میده بیایید تو محیط های نرم افزاری و به کمک کامپیوتر انجامش بدید. و از این نظر باید یه فردی که میخواد بیاد تو رشته کامپیوتر، فردی باید باشه که توان ایده پردازی، جدیت و کوشش و تلاش رو پشتکار داشته باشه، استعدادم در یه حد متوسط که الحمدلله در همه بچه های ما هست کافیست و از این نظر هیچ مشکلی وجود ندارد. شناخت آدم‌های موفق در حیطه‌های مختلف، ورزشکارها، دانشمندا، اساتید، میتونه کمک کنه که ما با حالا الگوبرداری از رفتارشون بتونیم برنامه‌های خوبی برای موفقیت داشته باشیم، یا بدونیم که به هر حال حداقل یه کاری که اونا انجام دادن کار شدنی هست و ما هم به عنوان یک آدمی که میخوایم در اون مسیر قرار بگیریم
میتونیم از نحوه کار و برنامه ها فعالیتشون استفاده کنیم. یکی از هر کسی بپرسید به شما خواهد گفت ایمان و اتکال به خدا یکی از اصلی ترین عامل های موفقیت است. در کنار اون حمایت خانواده هم میتونه خیلی موثر و کمک کننده باشه. همچنین داشتن دید مناسب درباره اون هدفی که دارید و فعالیت هایی که انجام میدید خیلی در موفقیت نقش داره و این دید رو هم خیلی وقت میشه با مشورت با کارشناسان خبره و افراد با تجربه که در حیطه مورد فعالیت شما تبحر و تخصص دارن به دست آورد. از این نظر مشورت با کارشناسان هم خیلی در موفقیت عامل موثری به شما میاد. همچنین برای رسیدن به اون اهدافی که ترسیم شده برنامه‌ریزی خوب مطابق توانایی ها معقول و واقع بینانه شرط مهمی هست. اگر توانایی ها رو شما کمتر یا بیشتر از اون چیزی که دارید برآورد کرده باشید ممکنه به موفقیت که به اون حدی از موفقیت که برای خودتون ترسیم کردید دسترسی پیدا نکنید یا هزینه های زیادی بابتش بپردازید. برای موفقیت داشتن طرح و نقشه لازمه اما کافی نیست. داشتن پشتکار و جدیت در اجرای نقشه خیلی لازم و ضروریه و بنابراین برای موفقیت باید پشتکار و جدیت لازم و کافی رو آدم باید داشته باشه. همچنین در فعالیت هایی که برای اولین بار تجربه می کنید احتمال این که به لحاظ حالا کم تجربگی نبودن امکانات و شرایط آدم در وهله‌های اول به موفقیت نرسه وجود داره. درس گرفتن از شکست‌ها و نترسیدن از اونها هم لازمه. اینه که آدم به هر حال بتونه به اون اهداف تعیین شده خودش برسه. به هر حال به قول معروف گفتن که خب شکست هم مقدمه و پلی برای پیروزی هست و کسی که میخواد موفق باشه باید هزینه‌هاشو بده. از جمله هزینه‌هاش هم تجربه شکست‌های مکرر هست و استفاده از آنها برای برنامه‌ریزی بهتر و یکی از محققین زبان ادبیات کشورمون گفته که طی 30 سال گذشته حدود 4000 لغت خودساخته وارد زبان گفتاری ما شده. چی میگی؟ 4000 تا؟ خیلی ها. اینا رو کی ساخته؟ از کجا اومدن؟ نمیدونم کی ساخته و کجاها ازش استفاده میکنن. من یه جوانایی میشستم که فقط فکر آینده شونن، از این کلمات استفاده نمیکنن و فقط فکر ساختن آینده خودشون هستن. بریم با این جوان آشنا بشیم ببینیم الگوش کیه، هدفش برای آینده چیه و در ادامه باید بگم که ما هنوز سامنیم، شهر زیبای سامن، شهر اصل. عبازر اخگری، متولد سال 65، از روستای میهمله اولیا، شهرستان بهار، دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه گوهرسینا هستم. عبازر، تعریفت از موفقیت چیه؟ موفقیت از نظر من رسیدن به اون جایگاهیه که برای خودم متصور شدم. چه هدفی برای آینده خودت در نظر گرفتی و نقطه اوج موفقیت رو کجای کارات می‌بینی؟ اگه من بتونم از تمام علمی که کسب کردم به طور مؤثر استفاده کنم به هدف خودم رسیدم و نقطه اوج من همین نقطه است که بتونم از علمم برای کمک به دیگران استفاده بکنم. بهترین و کوتاه‌ترین راه دستیابی به موفقیت از نظر تو چیه؟ مهمترین عوامل تلاش، پشتکار و توکل به خدا. هر کسی برای اینکه به اهدافش برسه مطمئناً یه سری مشکلات سر راهش هست. تو مشکلاتی که سر راهت هستن چه جوری برخورد می‌کنی؟ چه جوری از سر راه برشون می‌داری؟ خب مشکلات رو سعی میکنم به صورت منطقی باشون برخورد کنم و یه راه حلی که در کوتاه‌ترین زمان و به بهترین شکل مشکل منو برطرف کنه براش انتخاب میکنم. میخوایم درباره یه سری رازها با هم صحبت کنیم که رازهای موفقیت یه شخصه، یه شخص موفق. نمونه موفق برنامه ما گفته یکی از رازهایی که باعث شد من به موفقیت برسم ایمان به خدا و حمایت‌های خانواده‌ام بوده. خب ایمان به خدا و پشتوانه خانواده خیلی مهمن و از نظر منم لازمن برای رسیدن به هدف و من از همینجا از خانواده‌ام به خاطر تمام زحماتی که برای من کشیده تشکر میکنم. نمونه موفق برنامه ما گفته مشورت با افراد با تجربه و کارشناسا باعث میشه من زودتر به اهدافم برسم. خودت تو چقدر ایمان داری به این حرف؟ خب البته مشورت از این لحاظ مهمه که اون فردی که تو هر زمینه حالا یه تجربه‌ای داشته
مطمئنن یه سری مشکلات براش پیش اومده که تجربه اون باعث میشه که دوباره ما به مشکلات برخورد نکنیم. اما در نمونه موفق برنامه ما گفته کسی که برنامه‌ریزی تو کاراش نداشته باشه مطمئنن به موفقیت نمیرسه و برنامه‌ریزی باید به طور واقع بینانه باشه. منظورش از این حرف چی بوده؟ ببینین مثلا برنامه‌ریزی واقع بینانه باشه به این معنیه که مثلا من به اندازه توانایی‌هام و وقتی که دارم از خودم انتظار داشته باشم. نمونه موفق برنامه با هم به عنوان آخرین راز موفقیتش اینجور ذکر کرده: نترسیدن از شکست‌ها و تجربه‌های تلخ و استفاده از آنها برای برنامه‌ریزی بهتر. خب شکست مقدمه پیروزی هستش، اینو همه می‌دونیم و به این نکته باید توجه کنیم که وقتی ما می‌خوایم یه کاری رو شروع کنیم اگه بخوایم از شکستش بترسیم اون احتمال پیروزیمون هم خودمون داریم از بین میبریم. عوازرخگری برای اینکه به موفقیت نزدیک بشه و به اهدافش برسه برای خودش الگوی انتخاب کرده و اگه الگوی انتخاب کرده اون الگو کیه؟ خب تو زمینه تحصیل تو محیط دانشگاه که بیایم اساتید گروه ما هر کدوم به شیوهی به من تجربه هایی رو انتقال دادن، ولی به شخصه بخوام اسم ببرم آقای دکتر منصوری زاده یکی از اون اساتیدی هستش که خیلی حق به گردن بنده داره و خیلی منو راهنمایی کرده. دفترچه که الان روبروی شماست دفترچه موفقیت برنامه ماست. نمونه‌های موفق برنامه ما رازهای خودشون رو داخل این دفترچه نوشتن. یکی از این صفحه‌ها که پر شده رازهای موفقیت آقای منصوری زاده است، کسی که شما به عنوان یه الگو برای خودتون انتخاب کردین. لطف می‌کنی برای من و بیننده‌های عزیزمون رازها رو یه بار بخونید. اما در به عنوان جوان ایرانی اگه بخوای همسن و سالای خودتو یه جورایی نصیحت کنی برای اینکه راحت‌تر به موفقیت برسن و زودتر به اهدافشون برسن، توی جمله بهشون چی میگی؟ برنامه‌ریزی برای کارشون داشته باشن و سعی کنن از زندگیشون به نحو احسن استفاده کنن. عوض اگه بخوای یه آرزو بکنی برای همه جوانای ایران عزیزمون، چه آرزویی میکنی؟ آرزو دارم که همه به اون آینده‌ای که مد نظرشونه برسن و از زندگیشون راضی باشن.